سلام، حالتون چطوره؟ به کانال من خیلی خوش اومدید. من تصمیم دارم از این به بعد موهای خودم که استایل میکنم به شما یاد بدم تا دیگه نیازی به آرایشگاه رفتن نداشته باشید. هم استایلای مهمونی هم استایلای روزانه. امروز میخوام اولش رو با سشوار شروع کنم، چجوری موهامون رو سشوار بکشیم که حجیم دار بایسته و ریشه هاش پف باشه. من موهامو شستم، آب اضافی موهامو با حوله گرفتم، الان موهام نم. برای اینکه بخوام یه موی حجیم داشته باشم من از مس مو استفاده میکنم. ببینید مس باعث میشه که ما موهامون ریشه هاش پف بایسته. بیشتر تمرکزم روی جلوی موهاست چون میخوام جلوی موهام بیشتر پف بایسته. کامل به خورد موهاتون بدین. برای اینکه زیاد توی سشوار کشیدن وقتتون گرفته نشه با سشوار آب موهاتون رو بگیرین. کاملا خشک نشه ولی خیس هم نباشه. حالا موهامو به دو قسمت تقسیم میکنم برای اینکه راحت تر بتونم تمرکز داشته باشم. خب موهامو نصف میکنم. میخوام امروز موهامو زیاد حج بدم، میخوام بعد سشوار کشیدنم بابلیس کنم. پس اگه همچین قصدی دارین ریشه موهاتون رو جوری سشوار بکشین که پف وایسه، پایین موها رو با بابلیس میخوایم حج بدیم. هستمو 0 درجه نگه نخواهم داشت. من برای اینکه ریشمو پف بدم ریشمو برسمو از پایین میندازم به سمت بالا سشوارمو میکشم. حالا وقتی دارم میکشم هم میتونیم ببینین اینجوری باعث میشه که من ریشه خیلی پفی داشته باشم، چون با بابلیس ما خیلی کم میتونیم به ریشه هامون پف بدیم ولی با سشوار میتونیم این کار بکنیم. پس شما کاری که میکنین برسو از زیر بندازیم به سمت بالا، دستتون رو مماس با صورتتون نگه ندارید. اگه وقت زیادی ندارین نمیخواین از بابلیس استفاده کنین، اگه میخواین نوک موهاتون به سمت تو باشه، ببینین برستون رو به سمت صورتتون بپیچین و سشوار بکشین. چند دقیقه صبر کنین تا خنک بشه و باز کنین. من این وره موهامو به سمت بیرون سشوار میکشم که شما ببینین هر کدومه که دوست داشتین همون کار میتونین انجام بدین. این بار برس رو میذاریم روی موهامون و موها رو میپیچیم دور برس به سمت بیرون. دفعه قبل به سمت صورتمون بود، الان به سمت بیرونه. نگه میداریم یه ذره که خنک شد میکشیم بیرون. به سمت داخل کشیدم، اینو به سمت بیرون کشیدم. از 8 ابرو تا 8 ابرو 4 انگشت جلوی موهاتون رو جدا کنین. و بقیه رو دوباره به روش قبلی سشوار بکشین. حالا موهامون رو به دو قسمت میکنیم. اول به سمت صورتم میکشم. ببینین بازم ریشم داره پف میشه. اینجوری نمیکشم، برسم رو از ریشه میندازم به سمت عقب. وقتی چند بار به سمت داخل صورتم موهامو سشوار کشیدم، حالا برسم از بالا میندازم و موها رو میپیچم دور برس و میبرم سمت عقب. حالا سشوار میگیرم و سشوارمو از پایین به سمت بالا چندین بار تکرار میکنم. یه ذره
صبر کنین تا سرد بشه. بعد باز میکنی. ببینی؟ یه موی کاملا پف داریم که حالا پفش نمیخوابه. خب حالا من میخوام بابلیسم بکشم که یه ذره موهامو مجلسی تر بشه و یه ذره ولومش بیشتر بشه. تا این حد هم میتونی شما سشوارتون رو بکشید. این حد سشوارم فکر کنم که موهای شما رو خیلی حجیم نشون بده. بابلیس رو به سمت بیرون میپیچیم چون خیلی قشنگ تر وای میسته. بابلیس رو از جلوی صورتم به سمت عقب نگه میدارم. در واقع مو به پشت پیچیده میشه. یکم نگه دارین تا مو خنک بشه. حالا یه برس میکشیم و موهامون خیلی نچرال تر وای میسته. ببینین حجمی که به مو دادیم چقدر زیاد بود. حالا برای اینکه جلوی مو بیشتر پف وایسته اینجوری جدا میکنم، یه گیره فلزی بهش میزنم و یه ذره تافت اسپری میکنم. دقیقه صبر میکنم. اینجوری باعث میشه که جلوی مو خیلی پف در وایسه. حالا نخواستین خیلی صبر کنیم و میخواستین کارتون زود انجام بشه، میتونیم باد سرد سشوارم بهش بگیریم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفاً توی کامنت ها برام بنویسین که چه چیزایی بیشتر نیاز دارین، روزانه مصرفتونه، چه مدل مویی من براتون انجام بدم. من دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی.